برف می بارید و شیر دانه هایش را از پشت شیشه یگان یگان می شمرد. اما نداف آسمان با چنان سرعت پنبه هایش را باد می زد که در دقایق کوتاه بر بالین خانه های کاکلی و قدیمی را زیر لحاف از برف پنهان کرد و شیر از نفس افتاد و دم گرفت. نگاه هایش به سوی تاقچه افتاد که در آن چرخه تار چتکه رنگش قرار داشت و از آن بالاتر به سوی میخچه‌ای که گودی پران های 3 پارچه و 5 پارچه از آن آویزان بودند. شیر از قدیم ها تار میزد و گودی پران میساخت و در این کار در تمام کوچه های شور بازار و چوک پایین چوک تاق و بیجوره بود. او اولها گودی پرانهای واسکتی، چشمکدار، کله گنجشکی و گلدار می ساخت، ولی همین که پایش به چارده رسید و پشت لبهایش کمی سیاه شد، دلش هزین ها سیر شد و خواست گودی پرانهای زیباتر بسازد. برای این کار کاغذهای روشنتر و بهتری برگزید و نقشهای مقبولتری بر کنج و کناره های کاغذ پرانها نشاند، ولی هیچ کدام چنگی به دلش نزدند. دلش چیزی می خواست که نمی توانست بر زبان بیاورد و صورت بندی های شمایلش را بر روی کاغذ پرانها تکمیل کند. باز هم بی میل و وسواسی به کاغذ پرانهایش که از تاخچه کشال بودن تری تری سیل کرد و چیزی را جست که در هانها نیافت. طاهره دختر خالهش که در پته بالای صندلی نشسته بود، همین که شیر را مشغول چیزهای دیگر دید صدا زد: شیر جان، چی شده؟ مثل ای که سرکه برات آوردی؟ تومار چرتهای شیر پاره شد. نگاهانش از تاخچه و میخچه و چشمهای سیاه طاهره برگشت، چشمهایی که چون چشمهای آهو معصوم و زیبا بودند. مژه های برگشته طاهره کمی تنگ شد و برقی از درونش جهید و در سینه شیر نشست. عرق سردی از انگشتان شیر چکید و دلش به آرامی لرزید. طاهره بیان که گپی دیگر بزند خندید و رسته دندانهای صدفگونش نمایان شد. شیر شیفته دندانهای طاهره شد. خیال کرد سفیدی آنها به سفیدی و درخشش برفها در روزهای آفتابی است. شیر از شیشه به برفها نظر کرد. دید که برفها به سفیدی رخساره های طاهره نیستند. دلش زعق زد و از داشتن چنان دختر خاله‌ای به خود بالید و در جایش استوارتر نشست. طاهره دستش را از زیر لحاف صندلی بیرون کشید و خواست از روی سینی مقدار کشمش و جلغوزه برچیند. چشم شیر و سر انگشت های دراز و خوشتراش طاهره افتاد که دو سوی انگشتر فیروزه زینتش داده بودند. شیر از ارسی به آسمان نظر کرد. به یاد آورد که فیروزه هایش و درخشش فیروزه های طاهره نیستند. برق گرم و سوزان مردمک های چشم های شیر به دست های ظریف طاهره افتاد که جلغوزه را می چید و کشمش ها را دورتر می کرد. شیر به یاد ساقهای نازک رواشهای کوهستان افتاد و آنگاه از ارسی که مشرف به کوها بود نظر افگند. برف چون پوشی از نقره سفید قله ها را آرسته بود و شیر با خود گفت: چه خوب است آدم مثل کوه مغرور و سربلند باشد. آنگاه حواسش را جمع کرد و در برابر طاهره که جلغوزه پوست می کرد قیافه جدی گرفت. طاهره گفت: مثلی که هوشت نبود چه پرسیدم؟ شیر جواب داد: ما 100,000 سودا داریم، اگر هوشم نبود معاف کن. طاهره گفت: پروا نداره، وقت چرتت است. شیر با خود اندیشید که چرا وقت چرتش است؟ آیا از این پس اتفاق حادثه یا گپی می شود؟ با خنده گفت: کار نوت مبارک، مثلی که فالبینم شدی. طاهره با شیطنت گفت: ما روی تاله تواکدیم، تو زیادتر زی چرتی می شی. خواست چشمایت می پره.
خوراکت کم و رنگت زرد میشه. شیر خندید و گفت دانه تا بخیر واکو، چیزی دیگه یاد نداری که بگویی؟ طاهره چیزی نگفت، ولی باز با نگاه های مست و رازگویش شیر را افسون کرد و با لحن معنیداری ازش پرسید. شیر دست و پاچه شد. رابطه گپ ها از یادش رفت. با خنده خنده جواب داد والا نمیدانم چی بگویم، مثل این که راست میگی. طاهره مست و خوشحال فریاد زد دیدی که به زبان خود اقرار کردی؟ شیر چیزی نگفت و سرش را به زیر انداخت. وقتی چشمش را از زمین برداشت، باز نظرش به کاغذ پرانها افتاد که همچنان بیروح و بی جاذبه آویزان بودند. خواست از طاهره چاره عیبشان را بجوید، ولی شرمید و لب فرو بست. طاهره پرسید به چه فکر میکنی؟ شیر گفت به تو. طاهره با تعجب پرسید به من؟ شیر گفت هان، چه خوب بود اگر کاغذ پرانها چشمک های به خوبی چشم های تو را می داشتند. طاهره پرسید فایدهش چی؟ شیر جواب داد فایدهشی که او وقت کاغذ پران از سر تمام کوچه ها و خانه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، مردم شور بازار و علی رضا خان، رکا خانه و باغ علی مردان حیران چشمک های کاغذ پرانم می شدن. طاهره پرسید او وقت کاغذ پرانه تا چند می فروختی؟ شیر جواب داد یک لک. طاهره گفت چقدر کم؟ شیر گفت خیده لک. طاهره گفت حال شد یک دفعه پیسه دار می شی، مگم نگفتی که قه پیسه را چی می کنی؟ شیر با تعامل گفت اقا پیسر باز هم کاغذ بانس می خرم و کاغذ پران می سازم. طاهره گفت عجب. شیر گفت عجب نداره، ده کلی کاغذ پران ها چشمهای تو را می کشم و باز هم ده هوا می کنم تا مردم ببیند که چی چشمهایی داری. طاهره با خنده پرسید باز چی می کنی؟ شیر جواب داد باز هم همی کار را می کنم تا آخر دنیا، تا آخر عمرم. فردای آن روز شیر دو سه کاغذ پرانش را از میخچه برداشت و بچه همسایه بخشید. از آن پس شیر تا نیمه های شب کاغذ ها را برش کرد و کوشید در آنها صورت طاهره را نقش ببندد. چراغ چشم هایش را، یاقوت لب هایش را و حتی برق خرمن سوز نگاه هایش را که دل از دلخانه آدم میبرد و مغز و استخوان را میسوزد. کاغذ ها کوت می شدن، یکی به دیگر می چسبیدن، صورت های مختلف پیدا می شدن، ولی طاهره پیدا نمی شد. از این رو شیر برای یک ماه کاغذ پران قیل نکرد و جنگ نینداخت. روز بر سر گذر فضلو که حریفش بود ازش پرسید شیر ده ای وقتا بالهایت خو کده، ده بام دیده نمی شی؟ شیر گفت فضلو ما چیز دیگه می سازم که در خوابت هم ندیده باشی. فضلو گفت چی می سازی؟ بالون یا تیاره؟ شیر جواب داد بهتر از اینها، عروس می سازم، عروس. فضلو با تمسخر خندید و گفت مبارک باشه، انشالله که نقلش می خوریم. شیر چیزی نگفت، راه را که آمده بود پیش گرفت. فضلو هرچند مثل سیم تار می زد و در کارش استاد بود، اما نزد کوچگی ها اعتبار چندان نداشت و به پوده معروف شده بود. چی زود می خوید، زیاد دروغ می گفت، بسیار حرف می زد و از بغل بغل بیره ها و سنچ ها نامردانه و دزدانه چشم چرانی می کرد و مزاحم دخترهای همسایه می شد. او از سالها همسایه درب دیوار محسن خان پدر طاهره بود و همواره دخترش را در کوی و برزن آزار می داد.
شعر از زبان طاهره بو برده بود که فضلو نیز به او نظر دارد. از این رو همین که فضلو را می دید خونش به جوش می آمد و می خواست پوست از سرش بکند. فضلو هم از شعر نفرت داشت. چی می فهمید که تا شعر زنده است دستش به طاهره نخواهد رسید. بنابراین خبرچینی کرد و پهلوان محمود برادر کلان طاهره را از قصه عشق آن دو که در تمام کوچه ها و خانه ها پیچیده بود آگاه ساخت. محمود نه تنها پای شیر را از خانه ایشان برید، بلکه باعث شد دو خانواده رفت آمد را با هم قطع کنند. از آن پس شیر با غمهایش تنها ماند. طاهره از او دور بود، در خانهش کنار مادرش، کنار پدر بدقهرش، کنار برادرهای پهلوان و خطرناکش. شیر را یارای طلبگاری از او نبود. چه قصه رسوایی او باعث شده بود که روز محسن خان پدر طاهره طی پرخاش و گفتگوی و زنش بگوید اگر آسمان به زمین بخوره دختر من به کاغذ پران باز و کفتر باز نمیتون. در دنیا مرد کم نیست که دختر و خوارزاده بی سر و پاهید بتون. شیر نمی دانست چه کند. دروازه های دنیا برویش بسته شده بود. طاهره را در خواب هم نمی دید. رنگش زردتر می شد. دست به نان نمی زد و شبها ستاره ها را می شمرد و در تف تب سوزان و گنگ چون ماهی در کرویی کباب می شد. صبح که از خواب بر می خواست موهایش جولیده و چشمانش سرخ و بیحال می بود. جرأت دیدن فضلو را نداشت. چی او در کوچه همواره بر سرش صدا می زد. شیر شیر، تیارت چه شد؟ بالونت چه شد؟ نقل عروسی تا کی بخوریم؟ اما شیر از کارش روگردان نبود و در تمام نقش ها و چهره ها سر و گردن طاهره را می پالید و کاغذ پران ها را به این امید می ساخت و هوا می کرد، ولی هیچ کدام خرام قامت طاهره را نمی داشتند. ماها تیر شدند، رمضان و قربان آمد و عید نزدیک شد. کسی از شیر به طاهره پیغام نمی برد و از طاهره نیز آدم خط و خبر نمی آورد. شیر هرچی کوشید نتوانست راهی و دیار یار باز کند و ناچار به تار و کاغذ پران روی آورد و در شب عید با خط خوانا و خوش روی کاغذ پران نوشت عیدت مبارک. شیر وقتی به بستر رفت هوا آرام بود، صدای باد شنیده نمی شد و پنجه های خشک و مرده مانند درخت ها بی صدا و خاموش با شب تنهایی نجوای غم‌آلود داشتند و شیر گوش به صداهای پشت شیشه داشت، ولی صدایی نمی آمد و بادها همه در دره های بادگیر مرده بودند. شیر به یاد کودکی هایش افتاد، به یاد روزهایی که هوای تنبل و بی جنب و جوش فراز بام ها می خوابید و او با بچه های دیگر برای بیدار کردن بادها دست جمعی می خواندند. حیدرکی جیلانی، شمالارا تورانی. امشب هم خواسته و ناخواسته همان سرود کودکانه بر زبانش جاری بود، ولی از باد خبری نبود. شیر بار دیگر زیر لحاف رفت و مانند تبزده ها انگار هزیان بگوید افسون مستی بادها را. خواب و بیدار تکرار کرد و در خیال طاهره غرق شد. آنگاه داهره کوچکی از این غرق شدن ایجاد شد و در رنگ های مختلف بزرگ و بزرگتر گردید و سراسر گنبد جمجمه شیر را فرا گرفت.
صداهای به سهمگینی صداهای رد در این گنبد هولناک شکست و انعکاسش از گوشه های دیگر گنبد بالا شد. شیر چیغ زد و در جایش نشست. دید تاریکی همه جا را در آغوش کشیده و هیچ صدای بالا نیست. لا حول گفت و شکر خدا را به جا آورد که خواب بود. آن وقت دست به نبضش بود، دید که دستش سرد سرد است. باور کرد که تب ندارد، باز دراز کشید و سر سنگینش را روی متکا گذاشت و به فکر فرو رفت. طاهره، طاهره از دست رفته، طاهره فالبین، طاهره شوخ، طاهره افسونگر و خندان. آه چی دندانهایی داشت، چه لبهایی داشت، چه دستهایی سفیدی، سفیدتر از ساقه های رواش و سفیدتر از سینه کفتر. پایان قسمت اول داستان مردها را قبل است. همراهان عزیز، قسمت های بعدی داستان در ویدیوهای جداگانه منتشر خواهد شد.